دهاتان از فعالان مدنی و باشنده های هرات در یک گرد همای اعتراضی حمله خونین روز چهارشنبه در کابل را محکوم کردند. این فعالان مدنی خواهان اعدام عاملان حملات عراس افکنان هستند و از دولت می خواهند که با گروه های تروریستی معامله نکند. از سوی دیگر این شمار از فعالان مدنی و باشنده های هرات رهبران حکومت را در تأمین امنیت شهروندان به سهل‌انگاری متهم می کنند و خواهان برکناری این رهبران هستند. به این گزارش توجه کنید. محکوم کردن عملات تروریستی از سوی باشنده های هرات. دهاتن از باشنده های هرات و فعالان مدنی اینجا در مقابل ساختمان ولایت هرات گردم آمده و حمله خونین روز گذشته در شهر کابل پایتخت کشور را محکوم می کنند. این افراد ضمن همدردی و غمشیرگی با اقارب این رویداد تروریستی خواهان مجازات عاملان رویدادهای هراس افکنانه در کشور هستند. از سوی هم شماری از فعالان مدنی و باشنده های هرات سران حکومت وحدت ملی را در قسمت تأمین امنیت مردم به بی‌پروایی متهم می کنند و خواهان برکناری این رهبران هستند. امروز اگر دولت بخواهد امنیت هست، اگر دولت بخواهد عبدالله برای عبدالله و اشرف غنی امنیت هست، برای وزیر و وکیل امنیت هست، آیا برای مردم عام امنیت نیست؟ آیا برای فرزندان شهدا امنیت نیست؟ اینا از اون چوکیای پاس کنین، اگر خوبتر کردن نمیتونن بدتر خو نکنن. بس از دیگه جوانان ما شما افغانستان ترک کرده میرن، نصف برفتن در بحرها اونجا غرق شدن، نصف رفتن معتاد شدن برای ما شما، نصف هم که در اینجا به طریقه های بهانه های مختلف اونها از بین برده میشن. در این حال شماری از اعضای شورای ولایتی هرات نیز در میان این افراد حضور یافتند. این اعضای شورای ولایتی هرات ضمن نیکویش حمله خونین کابل خواهان اعدام تمام زندانیان طالبان و دیگر گروه های عراس افکن هستند. از حکومت میخواهیم که تروریست ها را محاکمه کنه و با اونها معامله نکنه و خطوط اساسی دوست و دشمن در کشور تعیین کنه و با کشورهایی که تروریست پرور هستن قطع روابط سیاسی و دیپلماتیک ما میخواهیم. ما در جریان هستیم که واقعا یک حادثه خیلی دردآوری در کابل که تمام مردم افغانستان که چه تمام جهان را بلرزاند. از سوی دیگر برخی از آگاهان امور خواهان تطبیق یکسان قانون هستند. به باور این آگاهان در برابر عاملان رویدادهای تروریستی حکومت انوار ترحم داشته و باید تمام افرادی که در رویدادهای عراس افکنانه و کشتار افراد ملکی در کشور دست دارند باید اعدام شوند. مردم دیگه من بعد سکوت نمی کنند و اونا می خواهند که صدای خود را بلند کنند و تبدیل شوند به یک جنبش، به یک موج، به یک جریان اساسی و بنیادی تا ای که دیگه دست مافیای منطقه از قتل و قتال مردم افغانستان کوتاه شود و ای بر خود مردم است که باید متحدانه در این را مبارزه بکنند. حمله خونین روز گذشته در شهر کابل تلفات سنگینی بر غیر نظامیان وارد کرد. در این حمله تروریستی که گفته می شود از سوی شبکه یقانی صورت گرفت، بیش از 80 تن جان باختند و نزدیک به 400 تن هم زخم برداشتند. این حمله تروریستی واکنش های زیادی را در افغانستان و جهان در پی داشت.